ولسوالی یمگان بدخشان سکوت کرد. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیو های کانال جنرال پلاس خوش آمدید. مسلم شیرزاد در صفحه رسمی فیسبوک چونی نگاشته است: ولسوالی یمگان بدخشان سکوت کرد. این در حال است که به گزارش از خبرگزاری افق، حمله طالبان به ولسوالی جرم بدخشان درگیری جریان دارد. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که طالبان به پاسگاه نیروهای دولتی در ولسوالی جرم این ولایت حمله کردند و درگیری تا اکنون جریان دارد. احمد جاوید جاوید عضو شورای ولایتی بدخشان صبح امروز شنبه 9 حمل در گفتگو با خبرگزاری افاق گفت که طالبان شب گذشته به پاسگاه نیروهای امنیتی در روستای خرسک ولسوالی بدخشان حمله کردند. او تایید کرد که در این حمله بر نیروهای دولتی تلفات وارد شده، اما آمار آن مشخص نیست. این عضو شورای ولایتی افزود که نیروهای کمکی به ساحه اعزام شده و درگیری جریان دارد. در همین حال برخی رسانه‌های محلی گزارش دادند که در حمله طالبان پاسگاه‌های امنیتی در ولسوالی جرم بدخشان و شمار از روستاهای این ولسوالی بد تصرف طالبان درآمده و 15 نفر از نیروهای امنیتی ناپدید شدند. مسئولان محلی تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. این در حال است که پیشرفت ها در زمینه صلح، تعیین آجندای مذاکرات و سفر ایت طالبان به کابل. 8 صبح کابل. پروسه صلح در چند روز اخیر شاهد پیشرفت های چشمگیر بود. این پیشرفت ها در پی سفر غیر مترقبه وزیر خارجه آمریکا به کابل و دوحه و گفتگو با رهبران حکومت و طالبان حاصل شده است. یک روز پس از این سفر، نمایندگان دولت و طالبان در ششم عمل از طریق یک کنفرانس ویدئویی روی طرح رهایی زندانیان توافق کردند. دولت در نخستین اقدام قرار است 100 زندانی طالب را در 31 مارچ از بند رها کند. در کنار آن، آیت مذاکره کننده دولت برای صلح با طالبان نیز تشکیل شده است. تعداد اعضای این آیت به 21 نفر می رسد. آمریکا از توافق روی رهایی زندانیان و تشکیل آیت مذاکره کننده توسط دولت افغانستان استقبال کرده است. هرچند در داخل کشور تا اکنون ملاحظات درباره ترکیب آن موجود است. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان گروه طالبان روز جمعه 8 حمل در پیام به روزنامه 8 صبح کابل گفت این گروه روز شنبه یک آیت 15 نفری را به کابل مفرستد. هدف سفر این آیت به کابل مطابق اسامی و چهره های زندانیان طالب با فهرست این گروه است که مطابق آن قرار است این زندانیان از بند رها شوند. درباره سفر آیت طالبان به کابل در دومین کنفرانس ویدئویی دو طرف که در آن نمایندگان سازمان جهانی، صلیب سرخ، آمریکا و قطر نیز حضور داشتند، توافق شده بود. طبق یک فهرست که از سوی بعض از رسانه‌ها نیز نشر شده است، این اسامی در ترکیب آیت طالبان دیده می شوند: مولوی ضیاءالدین، عبدالحمید آخنزاده، حافظ عبدالقدیر، مولوی عبدالظاهر، نعمان، مولوی عبدالفتاح، ملا محمد ابراهیم، مولوی عبدالهادی، قاری عبدالله، ملا عطا محمد محمد، مولوی صدیق الله حبیب، ملا عبدالله آخن، حافظ ذکر الله، مولوی خان محمد نصرت، ذبیح الله و محمد نسیم. با سفر این آیت به کابل، اولین دیدار رسمی و رودرو در روی نمایندگان دولت و طالبان نیز انجام خواهد شد. دیدار که در صورت موافقت را رای برای دیدارهای آینده نمایندگان دو طرف هموارتر خواهد کرد. از سوی دیگر، وزارت دولت در امور صلح میگوید که با اعلام فهرست آیت مذاکره کننده، نگرانی ها درباره آمادگی حکومت برای شروع مذاکره رفع کرده است. این فهرست که اسامی 21 نفر در آن دیده می شود، ناوقت روز پنجشنبه گذشته منتشر شد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح روز جمعه در پیام به رسانه ها همین چنین گفت: آجندای حکومت برای مذاکره با طالبان تعیین شده است. خانم انوری تاکید کرد که حکومت برای ختم جنگ و دست یافتن به صلح هر لحظه آماده مذاکره است.
او افزود که حکومت توقع دارد تا طالبان نیز آمادگی خود را عملا تبارز بدهند و با قطع خشونت به سمت مذاکرات پیش بیایند. قابل یادآوری است که در ترکیب آیت حکومت برای سال این اسامی شاملند: محمد معصوم استانکزی، فاطمه گیلانی، نادر نادری، عبدالمتین بیگ، فوزیه کوفی، زرار احمد مقبل، عبدالعادی ارغندیوال، محمد رسول طالب، حبیبه سرابی، غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجرو، مولوی عنایت الله بلیخ، باتور دوستم، کلیم الله نقیبی، محمد ناطقی، ایوب انصاری، شهلا فرید، شریفه زرمتی، خالد نور و محمد امین احمدی حکومت گفته شده است. بعض از فعالان اجتماعی سیاسی از حضور باتور دوستم، پسر عبدالرشید دوستم و خالد نور، پسر عطا محمد نور در ترکیب این آیت انتقاد کردند. به ویژه جوانان گفتند که اگر این دو نماینده جوانان در آیت مذاکره کننده صلح‌اند، آنها مخالفت دارند و چهره های جوان دیگر را به نمایندگی از خود برای شمولیت در ترکیب این آیت معرفی می کنند. از دید آنها باتور و خالد از جوانان کمتر آب دیدند و در سیاست هنوز خامند و پیش از آن که از جوانان نمایندگی کنند، از سیاست پدران و احزاب پدران خود نمایندگی خواهند کرد و این به گفته آنها نوع بازی با سرنوشت جوانان و دست کم گرفتن نقش آنها برای زندگی آینده ای است که پس از مذاکرات صلح شکل خواهد گرفت. شما را هم نسبت به تجربه و توان سیاسی بعض از اعضای آیت مذاکره کننده ابراز تردید کردند و خواستار تبدیلی آنها با افراد دیگر شدند. بعضها از غیابت نمایندگان شمار از گروه های مذهبی از جمله هزاره های سنی و هندو باوران در ترکیب آیت مذاکره کننده صلح انتقاد کردند. همچنان هستند کسانی که مخالف ریاست آیت مذاکره کننده صلح توسط محمد معصوم استانکزی اند و نسبت به گذشته او با دیده شک میبیند. اما برغم همه این انتقادها و ملاحظات، آیت فوقلاده از شمولیت سیاسی مناسب برخوردار است و تقریبا نمایندگان تمام طرف ها در آن حضور دارند. سفارت امریکا در کابل از تشکیل آیت مذاکره کننده صلح استقبال کرده و گفته است که این افراد انتظارات ملت افغانستان را به دوش خود حمل می کنند. این سفارت همچنان برای تسهیل مذاکرات رودرو در بین دولت و طالبان اعلام آمادگی کرده است. پیش از این حکومت گفته است که صلاحیت آیت مذاکره کننده محدود است و تصمیم گیرنده نهایی درباره صلح لوی جرگه و شورای ملی اند. حکومت همچنین در صدد تشکیل شورای عالی مصالحه نیز است که مسئولیت آن تعیین خطوط اساسی مذاکرات برای آیت جمهوری اسلامی در مذاکره با طالبان است، اما اقدامات اجرایی پروسه صلح به عهده وزارت دولت در امور صلح سپرده شده است. تا هنوز زمان شروع مذاکرات بین الافغانی روشن نیست. تماس هایی که تا اکنون بین دو طرف برقرار شده، تماس های فنی و در زمینه رهایی زندانیان بوده است. البته این مذاکرات قرار بود در 20 اُود پارسال آغاز شود، اما به دلیل اختلاف روی چگونگی رهایی زندانیان از یک طرف و تنش‌های سیاسی برخواست از اعلام نتیجه نهایی انتخابات از طرف دیگر آغاز نشد. روسیه از توافق کابل و طالبان برای شروع تبادل زندانیان استقبال می کند. وزارت خارجه روسیه از توافق کابل و طالبان برای شروع تبادل زندانیان که قرار است در 31 مارچ انجام شود استقبال می کند. به گزارش اسپوتنیک، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که مسکو از توافق کابل و طالبان برای شروع تبادل زندانیان در 31 مارچ استقبال می کند. او گفت روسیه به همراه با چین، ایالات متحده و سایر شرکای بین المللی به فرایین مذاکره صلح کمک خواهد کرد تا طرفهای درگیر در افغانستان بتوانند هر چیز زودتر در خصوص صلح و برقراری صلح پایدار در کشور به توافق برسند. قرار است در گام نخست 100 زندانی طالب و 20 زندانی دولت افغانستان آزاد خواهند شد.
اما اینکه آیا حکومت تا اکنون فهرست نظامیان را که در بند طالبان هستند ترتیب داده و یا نه، مقام‌های رسمی چیزی نمی‌گویند. این در حال است که حکومت افغانستان نیز هیئت گفتگو کننده با طالبان را نهایی کرده است. روز گذشته یک فهرست 20 نفری به نشر رسید، اما حکومت آن را رد کرد. حالا حکومت با تغییر چند چهره یک هیئت 20 نفری را نهایی و اعلام کرده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، بدرود.